امروز جلسه 54 مونه راجع به فلسطین. در سال 1972 میلادی هفتمین کنفرانس در ازهر شریف رادیو فلسطین منعقد شد و یکی از وصیت‌های مهم در این کنفرانس این بود که همه نسخه های خطی که بیت المقدس و راجع بیت المقدس وجود داره اینا منتشر بشه. استادمون دکتر فتی دورینی جمله عجیبی داشت، میگفت شما میدونید که تمام آنچه که از کتب اسلامی منتشر شده با تمام این بلایایی که سر مسلمانان اومده، از مغول، از صلیبیان، از یهودیان، اگرچه سید قطب خدا رحمتش کنه میگوید که هیچ، چون کتابی هم داره که نبرد ما با یهود، میگه که هیچ کسی مثل اهل کتاب با مسلمانان ظلم نکرده و نجنگیده، در صورتی که واقعی مفروض اینه که برعکس، اینا چون اهل کتابن باید نزدیکتر باشن. درست مثل این دو نقطه دوم، من نمیدونم چرا سید قطب متوجه نشده و مودودی هم متوجه نشده، خدا ببخشدشون رحمتشون کنه. تشیع عینا همینطوریه، چرا در این مورد دوم ساکتن؟ من میدونم چرا، برای که نیروهای سیاسی معمولا عیب همدیگه را میپوشن برای اینکه در خط آن با هم جمع میشن. و استادمون دکتر فتی دورانی میگفت که نقطه اول بیشتر توضیح بدم، یعنی در تمام اشغالگری هایی که از سرزمین مسلمانان شده، از اندلس تا هند، بخصوص در قرون اخیر، مغول ها، صلیبی ها، الان که یهودیان در بیت المقدس، اینا همه سرمایه های اسلامی را که مهمترین سرمایه هاشون فرهنگشون باشه دزدیدن. را شما مهمترین کتاب اسلامی رو در کجا میبینید؟ در موضوع غرب. یا آتش زدن، شهرها رو ویران کردن، در صورتی که قدیمی ترین کلیساهای دنیا در سرزمین های اسلامی است. اون موقع شما ببینید چه چهره‌ای از مسلمان ها دادن با اکاذیبشون، با دروغ هاشون، بخصوص در مغرب زمین مسلمان ها رو وحشی معرفی کردن. مقصودم الان شرح این نقطه نیست، مقصودم شرح نقطه اولیه که دکتر دورینی خدا رحمتش کنه میفرمود که این همون شخصی است که مولانا عبدالعزیز وقتی دیدش گفت من فکر نمی کردم که هنوز در دنیا اسلام چنین افرادی وجود داشته باشن. می فرمود که همه آنچه از کتب اسلامی منتشر شده 10% دستخط هاست، 10% نوشته های خطی است. شما نگاه کنید که فرهنگ اسلامی چه چیزی بر بشریت تقدیم کرده. این کنفرانس یکی از توصیهاش همینه، این هفتمین کنفرانسه. مقررات این کنفرانس بریم شما هم ببینید بد نیست. بگه در زیر سایه عنایت های الهی، نگفت زیر سایه امام، وزیر پرچم قرآن و سنت نبوی، در جوار ازهر شریف و بخاطر رسیدن به اهداف مجمع بررسی های اسلامی، کنفرانس هفتم مجمع در تشکیل شد به ریاست امام اکبر فضیلت الشیخ دکتر محمد الفهام شیخ الازهر. تا حالا
کلمه امام اکبر رو نشنیده بودیم در این کنفرانس ها. اولین بار که اینجا در سال 1972 میشنوید. حتی اونا بزرگترین علماشون انتخاب میکردن، لقبهاشون اونجوری عادی دیمی نبود، ارزش این لقبها رو داشتن. یعنی اعجوبه از علم اینها. و به حضور اعضای مجمع در جمهوری مصر و سرزمین های برادران مسلمان، این اجتماع در فلان تاریخ جلوتون هست ایجاد شد و اولین اهتمامش راجع به موضع مسلمانان، راجع به نکبت فلسطین، مصیبت فلسطین و تعدی اسرائیل بر سرزمین اسلامی و عربی است و دعوت میکنه بررسی اسلامی و توحید، بررسی دعوت اسلامی و توحید کلمه جهان اسلام در اهداف خودش و به مناقشه اوضاع مسلمانان در سرزمین هایی که اونها اقلیت هستند و بررسی نظام های اقتصادی جدیدی که رأی اسلام در مورد گفته بشه. اگر مسجد مکی، مدرسه مکی برنامه های تحصیلی ازهر و جامعه دانشگاه اسلامی و دانشگاه دمشق رو که بنده بهشون دادم و اصلا نفهمیدن چیه و ردش کردن، اگر عمل میشد امروز همچین پایگاهی میشد به جای اینکه باند بازی بشه و دست چهار تا صوفی و چاپلوس باشه، و هنوز هم میتونه این کار رو بکنه. لیکن این علم میخواد یک، و سعه صدر میخواد دو، و استعداد پروری میخواد به جای چاپلوس پروری، به جای مرید پروری. خداوند به مسجد مکی و همه مدارس دینی بلوچستان و پاکستان و افغانستان و مدارس دینی مسلمانان در سراسر دنیا که آخرین پایگاه مسلمانان هستند، و هر طاغوتی که بخواد اس پرویز مشرف خبیث که نوکری خوش ثابت کنه، یا بر اهل با اهل دین می جنگه یا با مدارس دینی می جنگه. شیعیان که از باب اولا هر جا رفتم مدارس دینی اهل سنت خراب کردن، به عنوان نمونه دست بر رادگان خامنه ای در یمن و در سوریه میدونی که چیکار کردن، چقدر مساجد خراب کردن، چقدر امام ائمه رو کشتن، در عراق همچنین. ولی اینا متاسفانه ظاهر اونطوری که در اسرائیل چون دشمن علنی ظاهر میشه، در میان دشمن داخل خونه این موضوعات خیلی بارز نیست در میان همه مردم. و این کنفرانس میگه که واجب همه مسلمانان درباره بیت المقدس و اسرائیل که اولین پایگاه استعمار بین مسلمانانه، مهمترین پایگاه مسلمانان بین استعمار بین مسلمانانه، و این موضوعات بررسی میشه. اینکه جامعه اسلامی علاماتش چیه، چطوری مسلمان در سایه اسلام میتونه مسلمان باشه، مسلمان تشکیل ایجاد بشه، و تربیت های دینی که جهان اسلام معاصر بهش نیاز داره، راجع به جمع قرآن کریم و ثبوتش یعنی که قرآن کریم چطوری جمع شده، این موضوعات رو بررسی میکنن در کنفرانس ها. و شرکت های بیمه اندر شرعی چیه، یعنی مشکلات مسلمانان رو بررسی کردن و حکم رباط در شرع اسلامی و بعضی از اصول اقتصادی که بانک های مصری بر مبناش بنا شدند و ولایت مقیده قدرت، قدرت عمومی یعنی دولت، ولایت مقیده دولت در اسلام چیه. مثل شیعه نیست که دولت اختیارات خدا رو داشته باشه،
وبعد مش که در اون موقع اعلان وحدت بین مصر و لیبی شده، اینم تبریک گفته. رادیو فلسطین توصیهش اینه که نسخه خطی که راجع به تاریخ بیت المقدس نوشته شده اینا به شکل علمی منتشر بشه و در جهان اسلام پخش بشه تا مسلمانان ازش اطلاع از این میراث مقدس استفاده کنند. و این بحث که اسرائیل اولین محور استعمار بین مسلمانانه یا مهمترین ببخشید، این بحث با چاپ بشه در یک کتاب مستقل به فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه بشه. و این کنفرانس توصیه میکنه که کتاب بیداری امت عرب از نجیب آزوری به عربی ترجمه بشه و یک زبان دیگری نوشته. و این کنفرانس تاکید به دعوت به جهاد میکنه به خاطر آزادی فلسطین و اندوه و تأسف خودش را راجع به قضای لبنان در اون موقع اظهار میداره. اینو بذاریم برای جلسه بعد که مختصر باشه و مفید.